با سلام به حضور محترم خواهر مریم عزیز، من هنگامه حاجی حسن هستم، پرستار بودم در بیمارستان سینای تهران کار میکردم. من سال 60 به جرم هواداری از سازمان دستگیر کردم. قبل از من تعداد زیادی از بچه‌های ما یعنی همکارانم رو دستگیر کرده بودن و خیلی‌هاشون هم اعدام شدن. یکی از اونا خانم دکتر فهیمه میر احمدی انترن بیمارستان سینا بود که وقتی شهید شد، یعنی وقتی به شهادت رسوندنش باردار بود. جرم ما درمان و رسیدگی به مجروحینی بود که توی تظاهرات‌ها یا توی خیابونا توسط همین پاسدارا مجروح شده بودن و توسط مردم به بیمارستان آورده شده بودن. من یک سال در اوین بودم، بعد به قزلحصار منتقل شدم. توی قزلحصار شکنجه‌ها با همون شدت و حدت خودش ادامه داشت. از شکنجه‌های معمولی مثلا بیخوابی، سرما، نداشتن حمام گرفته تا سلول‌های دربسته 3 نفره که 30 نفر رو به زور توی اونجا می‌دادن تا واحد مسکونی و قفس و تابوت. من خودم 7 ماه توی قفس بودم. قفس یه محلی بود که با 2 تخته درست کرده بودن به ابعاد تقریباً 160x60 و ارتفاع 70. اینا رو به تعداد زیادی توی اتاق‌های متعدد توی واحد‌های قزلحصار درست کرده بودن. ما خودمون اطلاع نداشتیم. یک روز به بند ما حمله کردن و تعداد زیادی از ما رو با ضرب و شتم و شلاق به این قفس‌ها به اصطلاح منتقل کردن. توی قفس‌ها زندانی رو با چشم بند و چادر فقط به حالت نشسته نگه می‌داشتن. حق هیچ گونه حرکت یا صدا کردن نداشتیم. حتی عطس و سرفه نمی‌تونستیم بکنیم. انقدر این جا تنگ بود که وقتی تکون می‌خوردیم به این تخته‌ها اگه برمی‌خوردیم این تخته می‌افتاد روی نفر بعدی و بعد پشت بند اون شلاق و شکنجه‌ای بود که همراه بود. من خودم چون یکم قدم بلند بودم سرم از بالای ارتفاع این تخته‌ها دیده می‌شد. مدام با شلاق یا چوب توی سر من می‌زدم و می‌گفتن سرتو ببر پایین و من مجبور بودم به همون حالت نشسته با چشم بسته دلام بشم و به خاطر این مدت طولانی کمرم طوری آسیب دید که الان بعد از 5 عمل جراحی خوب نشدم. چشم چپم هم انحراف پیدا کرد و تا مدت‌ها شکل ما طوری شده بود که بعد از 7 ماه بچه‌ها ما رو می‌دیدن ما خودمون هم همدیگر رو نمی‌شناختیم، بچه‌ها هم همینطور. توی قفس به هر بهانه‌ای شکنجه در انتظار زندانی بود بدون اینکه اصلا به طور واقعی ما کاری کرده باشیم. مثلا اگر موقع غذا خوردن قاشق به بشقاب می‌خورد و صدا می‌کرد به اتهام اینکه مرس زدی و با سلول و زندانی بغلی ارتباط برقرار کردی شکنجه شروع می‌شد. موضوع هم این بود که چون ما چشمامون بسته بود متوجه نمی‌شدیم که الان مورد حمله قرار می‌گیریم. بعد یک مرتبه با یک ضربه سنگین پرت می‌شدیم می‌خوردیم به دیوار روبرو. بعضی وقتا سر بچه‌ها به دیوار روبرو می‌خورد و بیهوش می‌شدن. وقتی صداشون در نمی‌اومد ما می‌فهمیدیم که اینا بیهوش شدن. این داوود رحمانی یک پاسدار جلادی بود که رئیس قزلحصار بود. به ما می‌گفت اینجا قیامته و آخر خطه. همه‌تون رو می‌کشیم، صداتون هم به هیچ جا نمی‌رسه. و واقعیت این بود که ملاقات‌های ما هم قطع کرده بودن و پدر مادرای ما ماه‌ها تو زندان‌های مختلف سرگردان دنبال ما می‌گشتن، حتی می‌رفتن شهرستان دنبال ما می‌گشتن، ولی هیچ اثری از ما به اصطلاح به دست نمی‌آوردن. برنامه قفس اینطوری بود که روزانه به مدت 3 دقیقه مثلا می‌بردن ما وضو بگیریم، به مدت 3 دقیقه ما رو به سرویس می‌بردن. حتی ما نمی‌تونستیم مسواک بزنیم، یعنی هیچ فرصتی نداشتیم. هفته‌ها از حموم خبری نبود. غذا نمی‌دادن یا مثلا اگه غذا می‌دادن یک سوپ رقیق بود با نون خوش یا یه برنجی که معلوم بود از قبل اون پاک نکردن و نشستن چون پر از شنریزه بود. شب‌ها مثلا ساعت نداشتیم، نمی‌دونیم ساعت چنده، ولی حدوداً نیمه شب به ما اجازه می‌دادن که مثلا بخوابیم و ما با اون همه خستگی روزانه در سر نشستن وقتی دراز می‌کشیدیم تا می‌خواستیم بخوابیم بلندگوها رو با صدای خیلی بلند باز می‌کردن و با صدای گوشخراشی نوحه و روزه پخش می‌کردن به طوری که امکان خوابیدن مطلقاً وجود نداشت و بازم بعد از 2-3 ساعت ما رو خسته و کوفته بلند می‌کردن که باید باز به نشستن ادامه می‌دادیم. این با وجود دائمی این چشم‌بند، یعنی چشم بسته و سکوت و بی‌خبری و این شکنجه‌های شدید جسمی واقعاً تعادل آدم به هم می‌ریخت. یعنی آدم فکر می‌کرد که توی یک تونل تاریکی گیر کرده که هیچ سر و تهی نداره و بسیار سخت به نظر می‌رسید. جلادا و پاسدارا
جلادا و پاسدارا میخواستن که با این شکنجه ما رو بشکنن و به خیانت بکشونن. من خودم فکر کردم که الان دیگه نوبت منه که مثل بقیه بچه ها یک بار دیگه به دشمن کلمه مجاهد و مرام مجاهد رو یادآوری کنم. این بود که اونجا مثل کی؟ مثل تحمینه رستگار مقدم. تحمینه رستگار مقدم دوستم بود، یکی از پرستارانی که ما همزمان با هم دستگیر شدیم. اون با به عهده گرفتن جرم من که داشتن یک اطلاعیه بود نذاشت من اعدام بشم، اما خودش اعدام شد. یا شکر محمدزاده دوست عزیز دیگم که اونو حین یعنی تو اتاق عمل بالا سر یک مجروحی که داشتن عمل میکردن دستگیرش کردن و یک راست به شکنجهگاه اوین بردن و بهش به همین اتهام 15 سال حکم دادن. اما بعد از 7 سال شکنجه توی واحد مسکونی، توی قفس و توی تابوت، بالاخره اونو سال 67 همراه با اکرم بهادر همکار دیگر به اضافه هزاران زندانی دیگه اعدام کردن. من خودم تصمیم گرفتم که خودم رو برای اینجا بود که تصمیم گرفتم خودم رو برای روزهای سخت، تاریک و طولانی آینده آماده بکنم، چون میدونستم که این موضوع ادامه داره. اومدم برای همه لحظاتم برنامه ریزی کردم، برای همه روزام. هر روز برنامه هم اینطوری بود که تمام اون چیزهایی رو که سازمان یاد گرفته بودم، از سرود، از شعر، از زندگی نامه شهدا، از مطالب سیاسی، همه رو یه بار دیگه به یاد می آوردم و مرور می کردم. تمام دروسم رو یک به یک به یاد می آوردم، مرور می کردم، بعد برای خودم کنفرانس می دادم و توضیح می دادم. هر شعر و ترانه‌ای رو که بلد بودم از بچگیم حتی دوباره تلاش می‌کردم اینا رو به یاد بیارم، کامل کنم و به اصطلاح دوباره از نو حفظ کنم. هر روز دو بار برنامه ورزش داشتم. این برنامه ورزش کوچکترین حرکتی نمیتونستم بکنم، ولی تو ذهنم تمام این ورزش‌ها رو، اعمال ورزشی رو انجام می‌دادم. دلم خیلی برای مریضام تنگ می‌شد. گاهن یعنی هر روز تلاش می‌کردم به بیمارستان می‌رفتم، توی ذهنم با مریضام صحبت می‌کردم و ازشون پرستاری می‌کردم. شب‌ها برای مقابله با اون صداهای گوشخراش که پخش می‌کردن و ما نمی‌تونستیم بخوابیم، تصمیم گرفتم که انقدر تمرکز کنم تا اون صداها رو نشنوم و همین کارم کردم. به جای شنیدن اون صداها تلاش می‌کردم تمام مناظر و اون کوه که با بچه‌ها می‌رفتیم همیشه به یاد بیارم و خودم رو تو اونجا حس می‌کردم و اینجوری تونستم که بر اون صداها غلبه کنم و بتونم بخوابم. اما توی تخت‌ترین موقع، موقعی بود که احساس تنهایی بهم غلبه می‌کرد. اون موقع خیلی برام سخت بود، ولی با یادآوری خدا که همین کنار من و نزدیک منه و بهم کمک می‌کنه و با یادآوری برادر مسعود که بهش قول داده بودم که تا آخر در رکابش می جنگم قوت قلب می گرفتم. باهاش حرف می زدم و اینطوری دیگه هیچ احساس تنهایی نمی کردم. جلادا فکر می کردن که با این شکنجه ها می تونن مجاهدین رو در هم بشکنن و اونا رو از بین ببرن، ولی نمی دونستن که این در مورد مجاهدین برعکس عمل می کنه. چون اونا هر چی شکنجه رو بیشتر می‌کردن، من بیشتر به درستی راهی که انتخاب کرده بودم می‌رسیدم و می‌فهمیدم باید به هر قیمت همین رو ادامه بدم، چون همین درسته. بعدن دیدم همه بچه‌هایی هم که توی قفس با هم بودیم به همین رسیده بودن. اگرچه جسم همه در هم کوبیده شد، اما یعنی می‌تونیم الان هم همین چند نفری که باقی موندن همه آثارش رو ببینیم. چون همه همون بچه‌هایی که من توی قفس می‌شناختم بجز دو سه نفر همه‌شون توی قتل عام سال 67 اعدام شدن. ما توی زندان خودمون رو نماینده سازمان می‌دونستیم و خودمون رو موظف می‌دونستیم که باید از آرمانمون و رهبریمون حمایت و اون رو اثبات بکنیم، چون هممون خودمون رو مدیون می‌دونستیم به این دلیل که اون بود که ما رو به بهترین، زیباترین و شرافتمندانه‌ترین مسیر هدایت کرده بود. هیچ وقت برای خودش چیزی نخواست و جز آزادی مردمش به هیچ چی فکر نکرد. برای همین بعد از اینکه از زندان بیرون اومدیم، به هر قیمتی خودمون رو به سازمان رسوندیم و ادامه دادیم. به همین الان همونطور که قبلا گفتن 800 نفر از همین زندانیا در اشرف 3 حضور داره و این مسیریه که تا آخر ادامه خواهد داشت.